هی تو این ویدیو قراره با من از اتفاقات و حواشی دنیای کشتی کج با خبر باشیم. پس قبل از شروع ویدیو رو لایک کنید و روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. شایعات زیادی در رابطه با بازگشت رندی اورتون در سامر اسلام وجود داشت و یک روز قبل از برگزاری این رویداد PW Insider اعلام کرد رندی اورتون در محل برگزاری سامر اسلام دیترویت حضور داره، ولی در نهایت خبری از رندی نشد و ما شاهد بازگشتش به رینگ نبودیم. فایتفول به تازگی گزارش مفصلی در رابطه با مصدومیت رندی اورتون منتشر کرده و در این گزارش گفته شده تیم کریتیو کمپانی در حال حاضر هیچ برنامه و پلنی برای رندی اورتون ندارن و هیچ داستان و فیود جدیدی برای رندی لحاظ نشده. فایتفول در ادامه تایید کرد رندی اورتون هنوز تمرینات درون رینگش رو شروع نکرده و معمولاً کشتی‌گیر مصدومی که بخواد به رینگ برگرده اول از همه در پرفورمنس سنتر کمپانی برای تمرین کردن در رینگ حاضر میشه، ولی تا کنون رندی اورتون در پرفورمنس سنتر حاضر نشده. قبلاً گزارش شده بود که دکترها به رندی گفتن بهتره به رینگ بر نگرده و فایتفول هم در گزارش جدیدش تایید کرد که دکترها هنوزم به رندی میگن بازگشت به رینگ ایده خوبی نیست، ولی رندی به این موضوع توجه نکرده و خودش در حال برنامه ریزی برای بازگشت به رینگ و حتی وزن زدن رو شروع کرده که گفته شده این موضوع میتونه یک نتیجه بزرگ و مثبت باشه. با توجه به گزارش‌های فایتفول به نظر میرسه رندی اورتون قصد بازنشسته شدن نداره و میخواد به رینگ برگرده. اما اینکه دکترها بهش اجازه بازگشت به رینگ رو نمیدن میتونه نکته بدی باشه و ممکنه کمپانی WWE با بازگشت رندی موافقت نکنه. ولی اگه همه چی به خوبی پیش بره، رندی اورتون به زودی میتونه به پرفورمنس سنتر کمپانی برگرده و تمریناتش رو در رینگ شروع کنه. سال پیش شاهد اضافه شدن اسکین جان سینا به بازی فورتنایت بودیم و حالا شاهد اینیم که کمپانی WWE با اپیک گیمز همکاری کرده و این بار شاهد اضافه شدن اسکین بیانکا بلر و بکی لینچ به این بازی پرطرفدار هستیم. بکی لینچ و بیانکا بلر قراره به صورت باندل به این بازی اضافه بشن و به صورت جدا قابل خرید هستن، ولی اگه بخواید باندل کامل این دو رو بخرید که شامل سپر، دو تا پیکیکس و یک ایموت خاص میشن، باید 2400 ویباکس خرج کنید. همچنین جالبه بدونید که اسکینای بکی لینچ و بیانکا بلر شامل دو استایل خاص با رنگهای متفاوت میشن. بیگ ای به تازگی در مصاحبه‌ای در رابطه با آینده کریرش صحبت کرده و گفته از برخی از متخصصان ستون فقرات چراغ قرمز دریافت کرده و بهش گفتن اگه برین برگرده ممکنه اتفاقات فاجعه باری رخ بده. بیگ ای گفت ما چکاپ سال رو انجام دادیم و همه این موارد عالی به نظر میرسن، اما از طرف دیگه من با متخصصای ستون فقرات که روی برخی از افراد کمپانی کار کردن و براشون عمل جراحی فیوژن انجام دادن صحبت کردم و اونا به من گفتن هی من اگه جای تو بودم دیگه کشتی نمیگرفتم. بنابراین در 37 سالگی به کیفیت زندگیم فکر میکنم و وقتی 23 سالگی کشتی رو شروع کردم مشکلی نداشتم که توی رینگ بمیرم، ولی من الان 37 سالم و دوست ندارم در رینگ بمیرم و دوست دارم کارهای دیگه‌ای با زندگیم انجام بدم. بیگی ماه گذشته در مصاحبه ای گفته بود که احساس خوبی داره، ولی جدول زمانی برای بازگشتش وجود نداره و به نظر میرسه اون خواستار بازگشت به رینگ بوده، ولی متخصصا بهش این اجازه رو ندادن و اون هم این موضوع رو قبول کرده. جالبه بدونید بیگ ای در فیلم کمدی خانوادگی اف پلاس ایفای نقش کرده و داستان این فیلم راجب چند نوجوانه که دزدکی وارد مدرسه میشن تا نمراتشون رو تغییر بدن و اخیراً فیلمبرداری این فیلم در فلوریدا به پایان رسیده. فیلم ویکیشن فرندز با بازی جان سینا، مردت هگنر، ایوان اورجیو لیر رل هاوری در سال 2021 اکران شد و نقدهای متوسطی از سوی منتقدان و بینندگان دریافت کرد. به تازگی تریلر جدیدی از دنباله این فیلم منتشر شده که در این تریلر شاهد ظاهر عجیب جان سینا با موهای به هم ریخته و ریش هستیم و به نظر میرسه جان سینا به غیر از نقش پری دریایی در فیلم باربی قرار در آینده نقشای عجیب تری هم ایفا کنه. فیلم ویکیشن فرندز 2 قرار در تاریخ 3 شهریور به صورت استریم در هولو اکران بشه. سه شنبه لیسی اونز گیف جدیدی رو در فضای مجازی مبنی بر چند روز دیگه مونده رو منتشر کرد و شایعاتی در رابطه با خروج لیسی اونز از WWE منتشر شد که در نهایت
لیسی ایونز اسم واقعی خودش میسی استرلا رو جایگزین لیسی ایونز کرد و بیوشو به سوپر استار سابق WWE تغییر داد. در ادامه لیسی ایونز عکسی در اینستاگرام منتشر کرد و در کپشن نوشت از ساعت 12 به بعد منو با اسم میسی استرلا صدا کنید. به نظر میرسه قرارداد لیسی ایونز با کمپانی WWE در بامداد چهارشنبه به پایان رسیده و لیسی ایونز قصد نداشته قراردادش رو تمدید کنه و در حال حاضر در لیست پشتگیرای غیر فعال کمپانی WWE قرار گرفته. آخرین حضور لیسی ایونز برمیگرده به شو اسمکدان به تاریخ 24 ژوئن که در اون شو در مقابل شارلوت فلر قرار گرفت و در کمتر از 3 دقیقه بازنده شد. لیسی ایونز از وضعیت خودش در کمپانی راضی نبوده و اینساید نیوز هم در گزارشی گفته تیم کریتیو کمپانی هیچ پلنی برای لیسی ایونز ندارن و خروج لیسی از WWE منطقی به نظر میرسه. مشخص نیست لیسی ایونز در آینده به کمپانی رسلینگ دیگه ای میپیونده یا نه، اما در حال حاضر اون قراره کار خودش رو در اونلی فنز از سر بگیره و چندین بار به این موضوع اشاره کرده. در شو را هفته گذشته اعلام شده سونیا دویل دچار مصدومیت شده و ربات پاره کرده و در شو را اخیر ما شاهد این بودیم که پایپر نیون جایگزین اون شد و در کنار چلسی گرین قرار گرفت. سونیا دویل ویدئویی منتشر کرد و گفت این اولین بار در طول کریرش دچار مصدومیت میشه و به زودی قرار عمل جراحی انجام بده و برای مدتی از رینگ دور خواهد بود. خوشبختانه بر اساس تصاویر و ویدئوهایی که سونیا دویل منتشر کرده عمل جراحیش با موفقیت انجام شده، ولی سونیا دویل مجبوره برای مدتی با عصا راه بره. طبق گفته دیو ملتزر مراحل بهبودی یک جراحی ترمیمی چیزی بین 7 تا 8 ماه طول میکشه، اما سونیا دویل فقط قراره 6 ماه از رینگ دور باشه و از این لحاظ سونیا دویل شانس آورده که قراره چند ماه کمتر از رینگ دور باشه. بری وایت قرار بود در رسلمنیای 39 در مقابل بابی لشلی قرار بگیره، اما دچار بیماری عجیبی شد و به خاطر این بیماری تمام برنامه‌های بری وایت لغو شد. گفته شده کمپانی WWE برنامه داشت بعد از به اتمام رسیدن فیود بابی لشلی و بری وایت فکشن جدیدی رو با اعضای بری وایت، الکسا بلیس، امو هاودی و اریک یانگ شکل بده، اما الکسا بلیس باردار شده و اریک یانگ هم به دلیل بازگشت وینس به کمپانی WWE قراردادش رو فسخ کرد و به ایمپکت رسلینگ برگشت. طبق گزارش فایت فول خوشبختانه بری وایت بعد از حدود 6 ماه درگیری با بیماری در مراحل بهبودی قرار گرفته و کمپانی WWE یک سری اقدامات احتیاطی انجام داده تا مطمئن بشه سلامتی طولانی مدت بری وایت تضمین شده است و دیگه به مشکل نمیخوره. طبق گفته فایت فول این موضوع به این معنی نیست که بری وایت کاملا سلامتیشو به دست آورده، اما یک سری از نزدیکان بری وایت ادعا کردن که اون کم کم داره بهبودی کاملشو به دست میاره و یک منبع در گزارشی گفته یک سری پلن‌هایی برای بری وایت وجود داره و ممکنه این پلن‌ها در ماه سپتامبر عملی بشن، اما اگر بری وایت مجوز بازگشت رو دریافت نکنه این پلن‌ها لغو یا تأخیر می‌خورن. یک نکته جالب در رابطه با گزارشی که منتشر شده اینه که فایت فول درست مثل کمپانی WWE حاضر نشده جزئیات بیماری بری وایت رو منتشر کنه و مشخص نیست بیماری دقیق بری وایت چیه و چه مشکلی داره که WWE و فایت فول حاضر نیستن جزئیاتی ازش منتشر کنن. این بود اخبار دنیای کشتی کج. ممنون که با من همراه بودید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو بگید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی مراقب زیباییتون باشید.